دو سال پیش در چنین روزهایی ارتش میانمار با کودتای نظامی علیه دولت قانونی این کشور قدرت را در دست گرفت و در طول این مدت انواع ظلم، ستم، اذیت، آزار، شکنجه و حتی قتل علیه شهروندان این کشور را مرتکب شده و اعمال کرده است. حالا اما مقام‌های سازمان ملل متحد یک بار دیگر به انتقاد شدید حکومت نظامی میانمار پرداخته و اعلام کردند که چشم‌انداز روشنی حداقل در کوتاه مدت برای آینده این کشور در افق نمی‌بینند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. فولکل تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خشونت فزاینده و سرکوب گسترده رهبران نظامی میانمار که با هدف حفظ سیطره آهنین خود بر قدرت اعمال می شود را محکوم کرد. وی در این باره گفت از دو سال پیش، یعنی زمانی که ارتش میانمار قدرت را در اول فوریه 2021 میلادی با کودتای نظامی علیه دولت دموکراتیک این کشور در دست گرفته، بحران در میانمار عمیق‌تر شده است. در همین حال جرمی لارنس، سخنگوی فولکل تورک، گفت میانمار دستخوش یک قهقرایی عظیم و عمیق در زمینه حقوق بشر شده است. وی افزود خشونت با بیتوجهی کامل به تعهدات قانونی ارتش برای حمایت از غیر نظامیان از کنترل خارج شده و دیگر بر اساس قوانین بین المللی نیست. او ادامه داد لذا ارتش برای اینکه در امان بماند غیر نظامیان را مورد هدف قرار داده و آنها به قربانیان حملات توپخانه‌ای هدفمند و بیرویه تبدیل شدند. اعدام‌های غیرقانونی و شکنجه‌های بازداشت شدگان و حتی سوزاندن روستاهای مختلف نیز از دیگر اقدام‌های ارتش برای حفظ قدرت بوده است. بر اساس آمار رسمی، دست کم 2890 نفر مستقیماً توسط ارتش کشته شدند. البته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد است که آمار واقعی خیلی بیشتر از این عدد است. گزارش ها حاکی از آن است که اقدام علیه مردم غیر نظامی 1,200,000 نفر را در میانمار آواره کرده و خشونت و اذیت و آزار بیش از 700,000 نفر را مجبور به ترک کشور کرده است. به گفته مقام های سازمان ملل، چشم‌انداز روشنی برای برون رفت از بحران فعلی میانمار وجود ندارد. گفتنیست ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای بی سابقه علیه دولت میانمار تصویب کرد که در 70 سال اخیر بی سابقه بوده و در آن بر لزوم پایان فوری همه انواع خشونت در سراسر این کشور تاکید کرد. ناگفته نماند نزدیک به 1,000,000 شهروند میانماری در اردوگاه‌های آوارگان در کشور بنگلادش به سر می‌برند که بیش از 70% آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.